خوش آمدیم به برنامه رو در رو. برنامه رو در روی که 500,000 افغانی پول نقدش به بردن و نبردن تعلق داره، اما 10,000 افغانی پول نقد و 2 سیم موبایل هر شب یکی از دو خانواده که در برنامه اشتراک میکنن برنده میشن. ببینیم کدام خانواده میتونن 10,000 افغانی پول نقد و 2 سیم موبایل ببرن که به مرحله 500,000 افغانی راه پیدا کنن. البته با جواب دادن 4 سوال ساده و پوره کردن 300 امتیاز مرحله اول برنده میشن. برنامه رو شروع میکنیم به نام خدا و معرفی خانواده بارز. تشویق کنید و ایمال خانواده رهبری میکنم. خوب هستم جان تانجور، خیر هستم، سلامت باشیم، معرفی کنیم. سلام و عرض ادب خدمت روشنجان عزیز. وعلیکم السلام. حاضرین در تالار و بیندگان تلویزیون طلوع، این جناب ایمالشاه بارز، فارغ التحصیل رشته اقتصاد، سر تیم گروه بارز، برادرم اکمالشاه بارز، فارغ التحصیل رشته حقوق، و برادر دیگرم میلادشاه بارز، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، و برادر دیگرم شاهینشاه بارز، محصل پنزه استوماتولوژی دندان. خوش هستین که با شما هستیم. سلامت باشین، مشرف شدیم. میریم به طرف خانواده یوسفی. این خانواده رضا رهبری میکنن. خوب هستن رضا جان؟ خیر هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. وعلیکم السلام. پرسنل تلویزیونی تینو بیننده در تالار و کسایی که ما را از طریق تلویزیون بیننده است، بنده رضا یوسفی، فارغ التحصیل صنف 12 هم. بسیار خوب. یشان جمیله، محصلی صنف 12 هم، شهربانو یوسفی صنف 12 هم، و همچنان فرشته یوسفی فارغ حقوق. ببخشیم فرشته که دورم بود، اگر همونجا میرفتیم بگیتیم فرشته. شاید هر دو سرتیم میاین سوال اول جواب میتن. تشکر کنیم، بیاییم بفرمایید. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر که جواب داده، تعداد جوابای ما شده 6 جواب. میپرسم یک بازی یا گیم را نام بگیرین که اطفال دوست دارن انجام بدهن. فوتبال. فوتبال است؟ فوتبال. به طرف خانواده بگیمین، اونا هیچ مشوره ندادن اما رفتیم دیگه، برو. خیر جمیله، یک بازی یا گیم را نام بگیرین که اطفال دوست دارن انجام بدهن. والیبال است؟ شهر بانو، یک بازی یا گیم را نام ببرین که اطفال دوست دارن انجام بدهن. کرکت است؟ خانواده بارز، بین خود مشوره کنین، اونم نکته را که براتون گفته بودم متوجه باشین و جواب فرشته را بشنوین چی میگن. فرشته، یک بازی یا گیم را نام ببرین که اطفال دوست دارن انجام بدهن. لدو است؟ آمدیم به طرف خانواده بارز. شاهین، یک بازی یا گیم را نام ببرین که اطفال دوست دارن انجام بدهن. گیم پلیستیشن. پلیستیشن. میلاد، گودی پران بازی. گودی پران بازی. اکمن، گیم جی تی ای. جی تی ای. ایمال، شما تصمیم میگیرین که با کدام از برادرتان موافق باشین یا کدام چیز نام میخواین؟ با شاهین جان موافق هستم. چی گفتن؟ گیم، به حساب گیم ما. پلیستیشن یا موبایل؟ پلیستیشن. اگر جوابشون درست بود، بیشتر از 25 امتیاز میگیرن. اگر اشتباه بود، 25 امتیاز خانواده یوسفی میگیرن. پلیستیشن یا گیم که در کامپیوتر اینا هست است. مبارک، 25 امتیاز آمد به طرف خانواده یوسفی. جوابی که باز نشده با ما یک جای بخونین. جوابایی که باز نشده 6. غرسای یا تا نه تشلبازی. 4. توب دنده. 3. گیرکان. 2. چشم کتکان. این بازی هست که اطفال دوست دارن انجام بتن. چرا نه؟ برای شما امتیاز آمده، شما باید زیاد کف بزنین. خدا کنه صابون صحیح باشه کف بته. حال سوال دوم رو میپرسیم از نفرهای دوم. تشویق کنه اکمال و جمیله را. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر که جواب داده، تعداد جوابای ما شده 6. معمولا خانم ها در چی چیز با هم همچشمی دارن؟ لباس است؟ لباس. به طرف خانواده میبینیم بیشتر امتیاز یافتین. رفتیم به طرف خانواده بارز. میلاد،
معمولا خانم ها با چی چیز همچشمی دارن؟ طلا. طلا؟ طلا است؟ زیورات شاهین، معمولا خانم ها با هم بالای چی چیز همچشمی دارن؟ بخیلیشان میه الله از این دارم من که نگیرم نمیشه شیر آقا زن فلانی این چیز پوشیده این توی لوازم خانه لوازم خانه است. ایمال معمولا خانم ها در چی چیز با هم همچشمی دارن؟ سامان آرایش، لوازم آرایش. لوازم آرایش است. آرایش اتمن خانه مقبول خانه خانه است. خانواده یوسفی مشوره کنین بین خود دخترها بخیلی های خدا بکشین میه کل جواب ها پیشتان. میلاد معمولا خانم ها بالای چی چیزی با هم همچشمی دارن؟ زیبایی یا مقبولی؟ مقبولی که مقبول نباشم میگه خدا داده دیگه حسن است. است؟ آمدیم به طرف خانواده یوسفی در جاهای خود باشین. فرشته معمولا خانم ها بالای چی چیزی با هم همچشمی دارن؟ انباق. 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 احشر بانو؟ پول دارایی. پول دارایی. جمیله؟ پول. پول. شما تصمیم میگیرین با این دو نظر با یکش موافق باشین یا کدام چیز نو میخواین بگین؟ حق نو گفتن هم دارین، قبول کردن هم دارین. 5 ثانیه وقت دارین. یک. با فرشته. با فرشته موافق هستین؟ انباق. انباق. اگر جوابشون درست بود بیشتر از 66 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 66 امتیاز خانواده بارز میگیرن. انباق هست. مبارک، 66 امتیاز آمد به طرف خانواده بارز. ببینیم با سوالی که خانم‌ها بالای چی چیزی با هم همچشمی دارن کدام جواب‌ها مونده که ما و شما بخونیم. با ما یک جای بخونین. 6 شوهر. 5 استایل. 4 پول. ای کاش پول قبول میکردین رضا. در تیم تان شهر بانو و جمیله گفته بودن پول، اما شما قبول نکردین. با می رقب میبینیم خانواده بارز دارن 66، خانواده یوسفی 25. میریم به طرف یک وقفه. ریموتای تلویزیون تان دست نذارین، زود برمیگردیم. خوش آمدین. وقت پرسیدن سوال سوم است. سوال سوم 200 امتیاز دارد، چرا که ضرب دو میشه امتیاز و این در حال است که یک طرف 266 میشه، یک طرف 225. اگر بتونن سوال سوم ماره کل امتیازش یک طرف دیگه امتیاز را پیدا میکنن و این جواب میده نفرهای سوم میلاد و شهربانو. تشویق کنید. این سوال مقابل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر که جواب داده که جوابای ما شده 5 و این 5 جواب 200 امتیاز داره. اگر 4 3 شه باز کنین باز او وقت کمتر خواهد امتیاز گرفتین. میخوانم یک آرزو را بگویید که در زندگی خواهان هستید. ایلاد خانه. خانه که خانه داشته باشه. بله. است. تمام کردن تحصیلات. تمام کردن تحصیلات است. تحصیلات. با طرف خانواده ببینیم مشایشون چی است. رفتیم با طرف خانواده یوسفی. فرشته اگه آرزو را بگوید که در زندگی خواهان آن هستید. تمام کردن دوره ماستری. تمام کردن دوره ماستری. بله. است؟ اما یک جواب از چند بودش نگوین لطفا، سر چیزهای دیگه فکر کنین. رضا یک آرزو را بگوید که در زندگی خواهان آن هستید. همسر. همسر. مطلب آرزو شده نیستین؟ فعلا نه. نامزاد؟ نه. زیر نظر کردین؟ یک دانره. یک دانره؟ یک دانره است. ما های پشت 5-6 تا گشتیم. از ما یک دانره است. هست؟ خانواده بارز بین خود مشوره کنین. جمیله یک آرزو را بگوید که در زندگی خواهان آن هستید. اولاد. اولاد؟ آه. هست؟ اول آرزو کنین باز خدا میروان از اولاد. شاین یک آرزو را بگویید که در زندگی خواهان آن هستید. رسیدن به هدف. رسیدن به هدف. میلاد سیاحت رفتن به دیگر ممالک کشور. اکمل وظیفه خوب پیدا کنم. وظیفه خوب. شما تصمیم میگیرید با اینا هم نظر باشه یا کدام چیز نمیخواید؟
با برادرم هستم. وظیفه درست گرفتن. وظیفه درست گرفتن. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 50 امتیاز میگیرن. اگر اشتباه بود 50 امتیاز خانواده یوسفی میگیرن. هست. مبارک 50 امتیاز دیگه هم اومد به طرف خانواده یوسفی. جالب بود از 5 جواب فقط یکیش باز شد و 50 امتیاز داشت و جوابی که باز نشد با ما یک جای بخونین. 5 دوست خوب 4 پولدار شدن 3 زندگی آرام 1 رفتن به حج که به شک آرزوی هر مسلمان است که یک دفعه حج باید بره. خب حال سوال چهارم ما مجبور هستیم بپرسیم. سوال چهارم ما 300 امتیاز به تنهایی خود داره، چرا که ضرب 3 میشه امتیازش و ایره جواب میده نفرای چهارم شاهین فرشته. هر دوشان تشکر کنیم. شانس خوب بردیتون. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر که جواب داده تعداد جوابای ما شده 5. چیز را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرید. شاین موتر. موتر است. موتر. شما هم شانس دارین. لباس. لباس است. لباس عروسی. به طرف خانواده میبینید امتیاز شما زیادتر است. رفتیم به طرف خانواده یوسفی. سوال چهارم زایی نکنیم. در بانک بازی 135 امتیاز تازه جمع شده. رضا چیزی را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرید. ظروف. ظروف است. ظروف. جمیله چیزی را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرین. خانه. خانه است. شهربانو چیزی را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرین. فرش. فرش است. خانواده بارز بین خود مشوره کنین. شهربانو فرشته چیزی را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرین. طلا. طلا؟ بله. است. آمدیم به طرف خانواده بارز. شاهین چیزی را نام بگیرین که در محفل عروسی کرایه میگیرین. هتل. هتل. میلاد ما ممرای شاهین جان محفل. اکمل موافق هستم. بله. هتل. بله. شما هم موافق هستم باش. هتل. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 225 امتیاز میگیرن اینا و شاید هم 300 امتیاز پوره کنن. و اگر درست نبود در صورت باز 225 امتیاز خانواده یوسفی میگیرن. است. هتل. 264 امتیاز آمد به طرف خانواده بارز با یک جواب. جوابی که باز نشده با ما یک جای بخونین. 5 دی جی سیستم موسیقی. یس. با این رقم میبینیم خانواده بارز دارن 330 امتیاز. خانواده برنده هستن. مبارکتان باشه. کف بزنیم برشان. شما ها 10,000 افغانی پول نقد برنده هستین از طرف برنامه رو در رو. دو سید موبایل برنده هستین از طرف شرکت خالد لمر که یکیش تچ اسکرین یا شیش لمسیز و یکی دیگهش ساده ایه که خوب کار میته. مبارکتان باشه. سلامه. تشکر از شرکت خالد لمر بابت تهیه از تحفه برای خانواده برنده و بین خود یک مشوره کنین که دو نفر مرحله دوم پیدا کنین و یا انتخاب کنین. خانواده یوسفی برنامه جالب داشتیم همراه شما. خیلی خوب پیش میرفتین. هر دو طرف هم اونقدر امتیاز زیاد نداشتین که بگیم شما ضعیف بودن یا اونا قوی بودن. این فقط یک برنامه تفریحی است. شانس ناوردین در دیگر سای زندگی. انشاءالله خوش شانس باشه. تشکر همشون از برگزار کنین دیگه که شما برگزار کردین. شبکه جولی بیه. سلامت باشین. انشاءالله رنجور نیستین دیگه. نه خیر است، گپ نیست. خب دیگر سای زندگی ان شاء الله خوش شانس باشین، خوش اقبال باشین. بازم تشکر از اینکه اشتراک کردین در برنامه. تشکر. سلامت باشین. ببینیم که خانواده بارز دو نفر مرحله دوم از بین چهار نفر کیها را انتخاب کردن. ایمل ما و اکمل جان. خب بنردیدون به دو طرف و تشکر کنیم. خب کدامتان بزرگتر هستن؟ ما بزرگتر. چند سال؟ یک 3 سال. 3 سال. خب یکیتان اول جواب میتین کی هستن؟ ماست. شما برید از موسیقی لذت ببرید. ما و شما میریم به طرف یک وقفه. بعد از وقفه 5 سوال 500,000 افغانی گیر میپرسیم. به مرحله دوم رو در روح
خوش آمدین. پنج سوال میپرسم، اگر با جواب دادنش 200 امتیاز پورا کنن 500000 افغانی را میبرن. آیا اکمل و ایمل میتونن 200 امتیاز پورا کرده برنده 500000 افغانی شون، خانواده چهارم باشن؟ معلوم میشه. ایمل، من از شما پنج سوال میپرسم، شما 20 ثانیه وقت دارین که به این پنج سوال جواب بدین. اگر کدام سوال از اون جواب دادن نمیتونیم بگیم بگذر. ما میگذرم از وقت، اگر باقی مونده بود دوباره میپرسم همون سوال، شاید شما جواب داده بتونین. اما بگذر گفتن همیشه فایده تان نیست. و دای کار اکمل هیچ کمک برتان نمیتونه، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی است، صدای ما را نمیشنوه و او به نوبه خود جوابای خود خواهد داد. درست. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. آماده هستین؟ آماده. بلندتر جواب بدین. آماده. اینو میتار. میپرسم 20 ثانیه آماده. یک کار را بگویید که در طول روز بیشتر در آن مصروف می باشید. وظیفه. یک کار را نام بگیرید که وقت دلتنگ می باشید انجام می دهید. موسیقی. یک غذای را نام بگیرید که در خانه بیشتر از رستوران می خواهید. برنج. ورزش را نام بگیرید که در افغانستان بیشتر میان مردم معمول است یا دوست دارند. فوتبال. یک دلیلی که مردم پول قرض می گیرند را بگویید. مشکلات. کف بزنید. پنج سوال ما را جواب دادند. بسیار خوب بودند. ما در اول شما پرسیدم یک کار را بگویید که در طول روز بیشتر در آن مصروف می باشید و شما گفتین؟ وظیفه. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 20. دوم پرسیدم یک کار را نام بگیرین که وقت دلتنگ می باشید انجام می دهید و شما گفتین؟ موسیقی. موسیقی می کنین یا می شنوین؟ می شنوین. خب. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 32. کاملا مثل ماستون، اما ما کمک باز انجام هم میتونم بخاطر از اینکه دلتنگ باشم اقلا زمزمه شخو میکنم. باز یک گیتار است برای من، یکی از دوستا کمک یاد داده سیسو میکنم بقدر. و سیوم پرسیدم یک غذای را نام بگیرید که در خانه بیشتر از رستوران میخواهید و شما گفتین؟ برنج. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بود و چند امتیاز داشته؟ 10. خوب است، اقلا امتیاز داشتن. چهارم پرسیدم ورزش را نام بگیرین که در افغانستان بیشتر معمول است یا مردم دوست دارن و شما گفتین؟ فوتبال. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشتن؟ 35. پنجم پرسیدم یک دلیلی که مردم پول قرض میگیرند را بگوین و شما گفتین؟ مشکلات. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشتن؟ 15. 112 امتیاز گرفتن، 88 امتیاز دیگه نیاز دارن که 200 امتیاز پورا کنن. 88 امتیاز مثل آب خوردن ساده است، اگر بتانن این کار اکمل بکنن و بگیرن و 200 امتیاز پورا میشه، 500000 میبرن. در یک قدمی 500000 افغانی قرار دارن. پس اکمل خوب تشویق کنین که به روحیه سر استیج بیاین. اکمل برادر که 3 سال از شما بزرگتر هستن کار خود کردن، یعنی 88 امتیاز دیگه نیاز دارین که 200 امتیاز پورا شه و 112 را گرفتن. شما کار کنین که بیشتر از اون امتیاز بگیرین و امروز 500000 را ببرین. ما همون 5 سوال تکراری را که از ایمل پرسیدیم از شما هم میپرسم، اما شما جوابایی که ایمل داده او جوابا را نتین. اگر او جوابا را بتین این صدا را میشنوین. این صدا را کشوندین زود جوابتان خودت اتوماتیک تغییر بتین خودتان که امتیاز گرفته بتین. هر سوالی که زود جواب دادن نمیتونستین بگین بگذر، من میگذرم. از وقت اگر باقی مانده بود دوباره میپرسم. وقت شما 25 ثانیه است. آماده هستین؟ بله. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. 25 ثانیه آماده. یک کار را بگویید که در طول روز بیشتر در آن مصروف می باشید. وظیفه. تکرار است؟ جی. یک کار را نام بگیرید که وقت دلتنگ می باشید انجام می دهید. موسیقی. تکرار است؟ ما تفریح رفتم. یک غذای را نام بگیرید که در خانه بیشتر از رستوران می خواهید. پیزا. بلندتر گپ بزنید. ورزش را نام بگیرید که در افغانستان بیشتر میان مردم معمول است یا دوست دارند. جیم. یک دلیلی که مردم پول قرض می گیرند را بگویید. وقت شما پرش. ما در اول از شما پرسیدیم یک کار را بگوین که در طول روز بیشتر دوران مصروف می باشید و شما فکر کنید جیم ماری هم تک چیز گفتین تکرارش ها. چی گفتین؟ جیم. هدفتان از امون کلپ از دیگه آینا را که تو میکنن. چند امتیاز داشته جیم؟ 0. بلندترین امتیاز از این درس خواندن بود که اردویتان نگفتین، شاید تا 40-45-50 هم میداشت. دوم پرسیدم یک کار را نام بگیرین که وقت دلتنگ میباشید انجام میدهید و شما گفتین؟ تفریح. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 15.
اما بلندترین امتیاز از این شنیدن موسیقی بود. سیوم پرسیدم یک غذای را نام بگیدین که در خانه بیشتر از رستوران میخواهید و شما گفتین؟ پیتزا. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 40. بلندترین امتیاز هم این پیتزا بود که شما گفتین. و چهارم پرسیدم ورزش را نام بگیرین که در افغانستان بیشتر میان مردم رایج است یا معمول است دوست دارند. شما گفتین؟ جیم. فکر کنم خب در جیم علاقه دارین؟ ما میترسیم که هر پنج جواب جیم بگین. چند امتیاز داشته جیم؟ 5. 172 شدین. بلندترین امتیاز از این فوتبال بود که قبلا گفته بودن. باز پنجه ما پرسیدیم یک دلیل رو بگوین که مردم پول قرض میگیرن و شما گفتین؟ خانه. وقتم پوره شده بوده جواب خانه تانم قبول نشده. بلندترین امتیاز از این عروسی بود که خاطر عروسی پول قرض میگیرن. 172 را گرفتن دو برادرها. 28 امتیاز کم آوردن که 200 امتیاز را پوره کنن. 5000 افغانی را برنده شوند. خیر باشه. 10000 افغانی پول نقد و 200 موبایل برشان مبارک میگیم. اگر شما خانواده ها میخواین که خاطر 10000 افغانی پول نقد و 200 موبایل بیاین پس با اون 456 زنگ بزنین مثل از اینا برنده خو میشین اگر با 5000 راه هم پیدا نکنین. مبارکتان باشه. کف بزنین دوستا برشان. شما خانواده عزیز اگر میخواید در برنامه رو در رو اشتراک کنین فقط با 456 زنگ بزنین کلید 622 را فشار بتین. بعد از شنیدن بیپ نام 4 نفر خود را بگیرین و منطقه را بگوین که از کجا به تماس شدین. بعد از قطع کنین صدایتان ثبت میشه. بعد از مدت همکارای ما که در می رشته استخدام شدن به می خاطر استخدام شدن اونا میشنون یک یک تا و شما را زنگ میزنن که به این نوبتتان رسیده. به این رقم در برنامه را پیدا میکنین. این بود برنامه امشب. ما تا شبهای دیگر خدا نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.